شما با پروگرام دری رادیوی اسپیس هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید. ده ها هزار استرالیایی سالمند برای مدت طولانی منتظر دریافت حمایت مراقبت در منزل هستند. فهرست انتظار بیش از 68 هزار استرالیایی سالمند نشان می دهد که آنها مراقبت های مورد ضرورت را در زمان مناسب دریافت نمی کنند. این سالمندان برای دریافت مراقبت در منزل بیش از 15 ماه منتظر مانده اند. با این حال حکومت هفته گذشته مجموعه از اصلاحات برای مراقبت از سالمندان را اعلام کرد. اصلاحات اعلام شده شامل 4 سطح مختلف مراقبت از سالمندان است که حمایت چند ساعته در هفته تا پرداخت حدود 40 هزار دلار برای کسانی که به مراقبت در منزل نیاز دارند می شود. مایی عزیزی سرپرست انگلیکیر استرالیا می گوید برخلاف دسترسی عام مردم به مدیکیر و طرح بیمه ملی معلولیت، بسته‌های مراقبت از سالمندان در منازل سهمیه بندی خواهد شد. So we're sort of at the mercy of the government to release packages when it deems fit. So they might release a big bunch of packages. For example, they did that in response to the Royal Commission, and that really drew down waiting lists, and people were only waiting for about a month for a time, which was great. But then it sort of builds back up again, and we wait for them to release more. بر اساس گزارش انگلیکیر، بیش از 68 هزار استرالیایی سالمند منتظر دریافت مراقبت در منزل هستند. این رقم دو برابر ارقام سال گذشته است. بسته 4.3 میلیارد دلاری حکومت که قرار است در ماه جولای سال آینده راه اندازی شود، با حدود 1.4 میلیون استرالیایی سالمند که به مراقبت در منزل نیاز دارند کمک خواهد کرد. این بسته های اصلاحی پس از آن اعلام می شود که کمیسیون سلطنتی مراقبت از سالمندان استرالیا گفت 2/3 افراد از خدمات مراقبت در خانه استفاده می کنند، اما بودجه بیشتر به مراکز مراقبت از سالمندان اختصاص داده شده است. حکومت می گوید بسته جدید مراقبت در منزل از مراقبت های کلینیکی مانند پرستاری و تداوی حرفه‌ای همراه با رفع نیازهای زندگی روزمره مثل پاککاری و تهیه کردن غذا، حمام کردن، شستن و پوشیدن لباس و یا هم مصرف ادویه را شامل می شود. خانم عزیزی ابراز امیدواری می کند که زمان انتظار از 15 The biggest constraint in meeting demand really is the funding. So what we're calling on the government to do in the next mid-year budget update is actually just release enough packages to clear this waitlist. And the reason we're asking for that is firstly because some people are waiting for up to 15 months. And as we found in our report, that's leading people to go into hospital early. It's leading people to go into aged care early. That's much more expensive than just looking after them at home. But the other reason that this would be a really smart investment is because they're setting up a new support at home system from July 2025. And it's just going to be set up for failure if it inherits this not just huge waiting list, but a waiting list that is rapidly, rapidly growing. We want to set this new system up for success. کسانی که منتظر دریافت حمایت هستند آینده روشنی ندارند. کمیسیون سلطنتی مراقبت از سالمندان گفته است که در سالهای 2018 و 2019 28 هزار تن در حالی که شامل فهرست انتظار بودند زندگی خود را از دست دادند. مدافعین حقوق سالمندان مثل کوری ارلام مدیرعامل شورای سالمندان استرالیا از حکومت می خواهند که زمان انتظار را به جای 3 ماه به حد اکثر 1 ماه کاهش دهند. So whilst they might have been approved, they aren't actually able to access these vital services during that 15-month wait period to support them staying at home. People end up dying on the wait list in the tunes of about 10,000 a year. People end up staying in hospital longer because they can't go home because the services aren't there. And unfortunately, they get forced into residential care where they don't want to be because there's not the services to keep them at home. او میگوید که گزارش تازه انگلیکیر اختلاف میان گزارش های حکومت درباره زمان انتظار 9 تا 12 ماه را نشان می دهد که به باور وی طور اوسط 90 روز انتظار برای ارزیابی واجد شرایط بودن سالمندان را شامل نمی شود. We need to ensure that the wait time official statistics include the period before assessment as well as the period after they receive their package.
By doing this, we'll be able to see if there's blockages in the system because of assessment or blockages in the system because of workforce after somebody's been allocated their services. ارائه کنندگان خدمات مراقبت از سالمندان مانند بنتاس که از 75 سال بدین سو در این بخش فعالیت میکنند برای برآورده کردن تقاضاهای خدمات با مشکل مواجهند. محدودیت‌های مالی و کمبود نیروی کاری از چالش‌های عمده این نهادها هستند. سندرا هیلز مدیر عامل بنتاس میگوید: This time last year we had about 34,000 people on the wait list. We now have 68,000, so it's doubled in 12 months, which is really not good. So we've got the same sort of issues as other providers. In some regions we've closed our waiting lists. In some areas we actually can provide more services, but we can't find the staff. او می‌افزاید افراد دارای پیشینه‌های فرهنگی و زبانی متنوع با مشکلات بیشتر مواجهند و مسائل مرتبط با ترجمه یک بخش از این مشکلات است. There's also cultural attitudes towards residential services and home care too. People coming into the home, attitudes about who should provide the care, and so some of those things really could be improved. But these are things that are happening over time. People from a cold background have issues. There are complexities in accessing home care services as well. آنیکا ویلز، سخنگوی وزارت مراقبت از سالمندان به بخش خبری SBS گفت که حکومت فدرالی 531.4 میلیون دلار برای تامین مالی 24,100 بسته اضافی مراقبت در منزل تا جولای سال آینده هزینه خواهد کرد. و بدین ترتیب افرادی که از این خدمات مستفید می شوند تعدادشان به 300,000 تن خواهد رسید. ویلز افزود افرادی که نیاز عاجل به مراقبت دارند معمولاً بسته خود را در طول یک ماه به دست می آورند و برنامه پشتیبانی در خانه آنها زمان انتظار کوتاه‌تری از ارزیابی تا دریافت پشتیبانی ارائه می دهد. این گزارش توسط کاترینا استیراد از بخش خبری SBS تهیه شده بود. بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. SBS دری را در فیسبوک تعقیب کنید.